ما انسانیم و حق من و توست تا از حقوق اولیه و ذاتی خود آگاه باشیم، مانند حق برابری و عدم تبعیض، حق حیات، حق امنیت، حق آزادی بیان و اندیشه، حق آزادی پوشش، حق برخورداری از بهداشت، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی، حق آزادی انتخاب شغل و اقامتگاه و بسیار موضوعاتی که از منظر حقوق ذاتی و کرامت انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه خاص قرار گرفتند. حق من و توست که از حقوق ذاتی خود آگاه باشیم. با ما همراه باشید در برنامه دریچه‌ای رو به آگاهی، کاری از کمیته آموزش و پژوهش، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. سیلاب‌های اخیر در ایران از اواخر اسفند سال 97 آغاز شده و تا کنون بیش از 6700 میلیارد تومان خسارت به بخش‌های کشاورزی در 19 استان درگیر سیل در ایران وارد کرده است. گزارش‌ها از ایران حاکی است که سیل باعث مسدود شدن ده‌ها راه ارتباطی در استان‌های مختلف از جمله استان هرمزگان، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان شده است. همچنین سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده که تعداد کشته‌های سیل اخیر در این کشور به 76 نفر رسیده است. سیلاب اخیر در شرایطی رخ داده که ایران با بحران محیط زیستی و کم آبی در سال‌های اخیر روبروست و ناکارآمدی دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابل با این بحران‌ها مشکلات فراوانی را برای مردم به همراه داشته است. بحران آب در ایران جدی‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شد. اما چرا از نظر مقامات جمهوری اسلامی ایران بحران آب یک موضوع امنیتی است؟ درود بر شما دوستان و شنوندگان همیشگی برنامه دریچه رو به آگاهی. خوشحالیم که با برنامه دیگر با شما عزیزان همراه خواهیم بود. امروز در ارتباط با محیط زیست و بحران سیل در ایران دعوت کردیم از میهمانان گرامی که در ابتدا به حضورتون معرفی میکنم. بانو زینب عباسیان چالشتری، فعال حقوق بشر در زمینه محیط زیست و جناب منوچهر شفایی، پژوهشگر و فعال حقوق بشر. سوال نخستم رو از بانو عباسیان میپرسم. لطفاً بفرمایید چرا با وجود بحران کم آبی در ایران سیل اتفاق میفته؟ آیا مشکل میزان بارندگی هست یا نحوه مدیریت بارندگی و آب‌های سطحی و زیرزمینی؟ درود میفرستم بر شما و همه شنوندگان برنامه دریچه رو به آگاهی. خدمت شما باید عرض بکنم در رابطه با این سوال که چرا با وجود کم آبی ما مسئله‌ای به نام سیل رو داریم در ایران. عوامل متعددی در این زمینه دخیله. اینکه اصلا سیل یک پدیده طبیعیه که در همه جای دنیا دیده میشه، اما چرا در عواقبش کنترل اون و پیشبینی اون برای به حداقل رسیدن آسیب‌های اون بستگی به مدیریت دولت مردان داره. اما اینکه سیلاب‌های اخیر با توجه به اینکه یک حوادث طبیعی هستن، با وجود خشکسالی چرا در کشور ما اینقدر حادثه آفرید، باید خدمتون عرض بکنم که عوامل زیادی در به وجود اومدن این پدیده امسال دخیل بودن و از جمله جنگل زدایی و تخریب مراتع و تغییر آبخیزداری، سیستم آبخیزداری کشور و همچنین خشک شدن تالاب‌ها از مهمترین عوامل در به وجود اومدن این سیلاب‌ها بودن. اگرچه هوای کره زمین به سوی گرمایش داره حرکت می‌کنه و خود این گازهای گلخانه‌ای باعث خشک شدن میشن و ما امروزه خشکی رو به وفور در دنیا شاهد هستیم و خود این باعث به وجود اومدن گرد و غبارها و تشدید اثرات گلخانه‌ای در کره زمین میشه، اما
مهمترین عامل این سیلاب های ذوب شدن یخچال هایی هست که وجود داره در کره زمین و بعد اینها حرکت میکنه به دلیل گرمایش و باعث به وجود آمدن سیلاب میشه. اما یک همچین عواقب و آسیب های جدی در کشور ما فقط به واسطه اینکه این سیلاب ها و حوادث طبیعی رخ دادن نیست، به واسطه بحران مدیریت هست. ما زمانی که تالاب ها رو به دلیل عدم مدیریت صحیح بیش از حد میخشکونیم و بعد سدهای بی‌رویه احداث میکنیم یا اینکه مسیرها رو میبندیم، جاده ها رو و شهرسازی رو طبق اصول و استانداردها احداث نمیکنه و جاهایی که مسیر گذار آب هست اونها رو احداث میکنیم یا در واقع تخریب منابع طبیعی و پوشش گیاهی منطقه رو داریم، جنگل زدائی رو داریم، اون وقت با یک همچین پدیده هایی روبرو میشیم. در واقع زمانی که این سیلاب ها زمانی اثرات اونها تشدید میشه که خاک و گیاهان نتونن اون میزان بارش رو جذب بکنن، در نتیجه کانال طبیعی رودخانه هم کشش جذب این آب رو نداره، نمیتونه این آب رو جاری بکنه و باعث میشه که این سیلاب‌ها به وجود بیان. در خدمتتون هستم اگر توضیحاتم کافی نبود. سپاسگزارم از توضیحات شما بانو عباسیان. در خدمت جناب شفایی هستیم. بسیاری از مردم نسبت به عدم مدیریت و بی‌کفایتی دولت در یک دهه گذشته اعتراضات گسترده‌ای را انجام دادند، اما رسانه‌های دولتی از کمک‌های دولتی به مناطق سیل‌زده خبر می‌دهند. کمپین حقوق بشر هم در ایران روز پنجشنبه 22 فروردین 98 گزارش ارائه داد که 11 تن از امدادرسانان مردمی که برای کمک رسانی به سیل زدگان به روستای گوریه رفته بودند طی روزهای 16 و 18 فروردین ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند. با توجه به بحران ها و حوادث اخیر لطفا بفرمایید چرا دولت نسبت به کمک های مردمی اینقدر حساس هست و واکنش های تندی نشون میده و بفرمایید جناب شفایی وظیفه دولت در قبال تامین نیاز مردم با احترام و کرامت انسانی چه هست؟ اول من سلام میکنم خدمت دوستمون خانم عباسیان، خود شما و جناب پرویزی. جمهوری اسلامی دولت مرداشون تحت هیچ شرایطی به فکر مردم نیستند و عملا اثبات کردند که کسانی هستند ناقض دائمی و حتی برنامه ریزی شده هستند. برای هر کاری اینا فقط به دنبال نقض حقوق انسان ها هستند و اصلا حقوق انسان براشون اهمیت و ارج قربی نداره. چرا اومدن دستگیر کردن؟ برای اینکه اونا وقتی ببینن ما مردم در کنار هم هستیم و داریم به هم دیگه محبت و دوستی نشون میدیم، بلا فاصله وادار میکنن که ماها رو از هم جدا کنن و فاصله ایجاد کنن. وقتی یک گروهی تشکیل میشه مثل گروه انصار، یادم نیست طبیعش، یک گروه انصاری که برای کمک به مردم خوزستان در واقع شروع به کار کردن، غذا درست کردن و اومدن ببرن، ریختن اینا رو گرفتن. چرا؟ چون باعث میشد که اینا با هم ارتباط بیشتری داشته باشن، انسجام داشته باشن و در کنار هم قرار بگیرند. در واقع جمهوری اسلامی دچار حادثه میشه. جمهوری اسلامی برای این قضیه دو تا حرکت کرد. یک، اومد دستگیر کرد یه دی رو. حرکت بعدیش این بود که یک سری نیروهایی که مربوط از شبه نظامیان خارج از ایران، مربوط به عراق، سوریه، نمیدونم فلسطین یا حتی از افغانستان و پاکستان جمع کرد و وارد کشور کرد به این بهانه. چرا؟ چون ترس از یکی شدن و یک دل شدن مردم رو داره و این در واقع اصلی ترین قضیه است. چرا که تقریبا یک ماه پیش امام جمعه اصفهان اعلام کرد که شما این همه به یکیتون و اپوزیسیون ننازین، ما هر وقت اراده بکنیم نیروهای، بعد اسم برده بود نمیدونم اشد نم فلان، انصاریان کجا، حزب کجا، حزب کجا، اینا همه آمادن وارد کمک بکنن به ما و ما اسلام رو نجات بدیم. یعنی در واقع نگاهی که دولت مردا به این قضیه دارن در واقع یک نگاه منفی برای یکی شدن ما انسان هاست.
من اگه اجازه بدید یه مقداری از سوال شما کنار برم، چون اصلا اعتقادی به این گونه صحبت‌ها ندارم و علاقمندم که بتونیم اطلاعات عمومی یا یه سری اطلاعات جدیدتری رو در اختیار شنوندگان قرار بدیم. به هر حال دولت مردان از اینکه مردم ما در کنار هم باشن و بتونن با محبت و با یاری رساندن به هم نوع همدیگمون، در واقع اونها دوچار هراس میشن. نمونای مختلفی میتونیم مثال بزنیم. فرض کن زلزله که اومد، یه عده‌ای برای کمک پول جمع کردن و خواستن که در واقع برن کمک کنن. بلافاصله دولت حسابشون رو بست، احضارشون کرد. شما حق ندارید، پول رو باید در اختیار هلال احمر قرار بدید. حالا کسی بود که قوی تر بود، نداد و درگیر شد، ولی تا تونست بره چند تا خونه بسازه. یا اینکه همین گروهی که در اهواز دستگیر کردن، در حال پخت و پز بودن، نون درست میکردن، غذا درست میکردن که ببرن به مردم بدن، ولی دولت به دلیل دولت، و البته من کلمه دولت که میگم کل تشکیلات رو میگم، یعنی سپاه جزشه، خود دولت مردا جزشن، وزارت اطلاعات جزشه، تمام قدرتایی که در واقع در رأس هستن دارن مملکت رو میگردونن، مثلا اینها در واقع انسجام و یکی شدن مردم رو نمیتونن ببینن و همین دلیل این کارا رو میکنن که در واقع تحت فشار قرار بدن. از جمله مواردی که میتونم اسم ببرم، چون دید در واقع مردم دارن به هم نزدیک میشن، گروه شعبی یا انصاریون نمیدونم کجا از پاکستان، افغانستان و از سوریه و تا این کشورهای اطراف نیروهای شبه نظامی رو وارد مملکت ما کردن برای اینکه بتونن در واقع اون فاصله رو بیشتر کنن و خود این افراد رو باعث سرکوب بیشتر بشن و هراس ایجاد کنن. من به هر حال این صحبتایی که من کردم حرفاییه که در واقع همه دوستان در همه جا در اقصی نقاط کشور اتفاق افتاده و مردم آشنا هستن و میدونن که دولت مردا هیچ وقت در کنار مردم نبودن و نیستن. اما من خواستم اطلاعات بیشتری داده باشیم در رابطه با اینکه اصلا چرا سیل این بار به این بزرگی باید باشه. خب من سیل سال 51 که در لرستان اومد و خط قطار رو برد، پل رو برد، این کارا رو کرد و من دیدم، عرض کنم که، ولی خسارت این چنین نبود و دلیلش در واقع مسائل مختلفه که من چند تاشو خدمتتون مثال میزنم. یا حتی سیلی که هنوز در اطراف اهواز، در شیرین شهر، کجا در خوزستان هنوز مردم به خونه هاشون نتونستن برگردن با وجودی که این هم مدت گذشته. من یه توضیح اینجا خدمتتون بدم. ببینید صحبتهای خانم عباسیان کامل هست، کاملا توضیح دادن راجع به سطح ها. اما یه مطلبی هست، به دلیل وجود سیل همیشه در کشور ما و همه کشورهای دنیا، این فصلی است و زمانی است. دولت ها تاریخ اون سیل رو دارن و میزان سیل رو دارن و میدونن چقدر گسترده است و تا کجا میگیره. دولت مردا وظیفه دارن برای این کار یک پیشبینی هایی بکنن. اولین پیشبینیش اینه که اولا سدی که نزنن، اگر سدی هم زدن برای آب شرب، زدن برای گرفتن بر، اندیشه بکنن آبهایی که قرار بود مستمر در رودخانه حرکت کنه و خودش لاروبی کنه، به دلیل سد در واقع اون رودخونه لاروبی نمیشه و سطح آب، سطح زمین میاد بالا. قسمت دیگه اینه که وقتی آبی وجود نداره، آب کم هست، مردم یا دولت اجازه نفوذ به عرض رودخانه ها میده و نتیجه وقتی که آبی از پشت سد اضافی حرکت میکنه میخواد بیاد، راه فراری نداره چون سطحش اومده بالا، سطح زمین اومده بالا، پس عمق نمیتونه داشته باشه، مجبور سرریز بشه. عرض کمتر شده، مجبور باز هم سرریز بشه و شتاب بیشتری بگیره. اینها اشکالاتیه که در زدن سدها
و بی‌دقتی که مدیران انجام میدن. و در تکمیل صحبت خانم عباسی، من میتونم بگم در واقع عدم مدیریت در تمام بخش ها، حتی در بخش راهسازی، مثلا خط قطار کشیده شده در گلستان، مسیر رو پل نزدن و یه دو تا پل کوچیک زدن و که بخوان این سیل به این بزرگی رو ببرن. نتیجتا این سیل اومد و نتونست عبور بکنه، که حتی خود سپاه رفت و منفجر کرد اونجا رو که بتونه آب عبور پیدا بکنه، که خودش هم هنوز هم اون منطقه زیر آب هست و این مشکل داره. یا مثلا پلی زده شده یک سال و نیم پیش در لرستان که سیل که اومده این پلو اصلا کمپلت ورشه برده، یعنی حتی حاضر نشدن یه محاسبه بکنن که آقا این پل چه ارتفاعی داشته باشه یا دهنش چقدر باشه و که بتونه جلوی این آب بردگی رو بگیره. من به چشم دیدم که پلی ساخته شده، من سه روز توی منطقه گناوه و برازجان پشت سیل بودم، بعد از سیل شیراز در سال 62 من گیر کردم و اونجا دیدم که یک دهنه پلو زدن، مثلا دهنه 4 متری، ولی آب اومده پلو نبرده ولی پشت پلو برده، یعنی دهنه کوچیک بوده، نتیجتا آب فشار آورده و از پشت پل که در واقع خوب ساخته نشده بود یا سنگ نریخته بودن یا از نیروهای قوی تر فقط خاک ریزی کرده بودن، اونا رو برداشته و برده سه روز مثلا راه بسته شد برای همین قضیه. میگم این اتفاقا در واقع یه بخشیش ضعف مدیریت، بی برنامگی و نداشتن طرح برای اینکه جلوی سیلاب رو بگیرن. ولی اگر که به طبیعت احترام گذاشته بشه، 100% سیلها آسیب اینچنانی نخواهند زد. حالا من تو بحث بعدی امیدوارم بتونم بیشتر صحبت کنم و توضیح بدم در رابطه با مثلا دریاچه هایی که بین رفتن یا تالاب هایی که نابود شدن و راجع به این هم صحبت کنم. سپاسگزارم از توضیحات شما جناب شفایی. بله، در توضیحات جناب شفایی اشاره شده بود بر ضعف مدیریت، نداشتن طرح و برنامه منسجم، تمام این موارد میشه گفت هست و طبق گزارش هایی که حاکی هستش از تلفاتی که ایجاد شده به موجب کشته شدن ده ها نفر و تخریب بالای بسیار زیادی منازل، زمین های کشاورزی که به خاطر سیل اخیر در استانهای بسیاری از استانهای ایران این اتفاق افتاده. اما مسئله دیگه‌ای که در این سیل مورد توجه قرار گرفته، مخالفت روستاییان و ساکنان شهرها با تخلیه منازل و زمین‌های کشاورزیشون بوده. به گفته این افراد، یکی از دلایل این موضوع عدم اجرای شدن وعده‌های پیشین و احساس عدم امنیت است. یک دهه سیل در ایران با یک دهه وعده برای بازسازی همراه بوده، اما مشخص نیست کدوم یکی از این وعده‌ها به سرانجام رسیده. بانو عباسیان عزیز، طبق نظر کارشناسان در یک دهه اخیر نزدیک به 2000 سیل با حجم تخریب بالا در ایران رخ داده. لطفاً بفرمایید ضمن اشاره به عوامل مؤثر در ایجاد وقوع سیل در ایران، خسارات ناشی از اون چه پیامدهایی رو به دنبال خواهد داشت؟ بفرمایید لطفاً. بله ممنونم. باید خدمتتون عرض کنم که با توجه به اینکه کشور ما جزء 10 کشور بلاخیز جهان محسوب میشه، یعنی از هر 43 تا بلای طبیعی یا حالا حوادث طبیعی در جهان، 33 نوع اون در ایران رخ میده و در بین این 10 کشور ما رتبه 4 رو داریم و جزء کشورهای پرخطر دنیا از نظر حوادث طبیعی در دنیا محسوب میشیم. از اون طرف 75% از مراکز جمعیتی کشور ما در معرض خطر سیل قرار دارن و 80% مساحت کشور در معرض سایر حوادث طبیعی مثل زلزله، طوفان و غیره قرار دارد. آمارهایی که داده شده از طرف صندوق بین المللی پول گفته شده که ایران یکی از کشورهایی که در
سالهای اخیر تا سال 2015 حداقل یک فاجعه طبیعی رو در هر سال به بزرگی بیش از 5% اقتصاد کشور تجربه کرد. ما در 3 دهه اخیر 2 تا زلزله رودبار و بم رو داشتیم که خسارت جانی و مالی زیادی به بار آورد. اما مهمترین چیز و در واقع میشه گفت مهمترین تبعات یک همچین حوادث طبیعی مثل سیل‌ها علاوه بر آثار اقتصادی اونها که همچنان در کشور باقی مونده، آثار روانی و اجتماعی اونهاست. یعنی ما تخریب محیط زیست رو داریم، تبعات اقتصادی رو داریم، از اون بر آثار روانی و اجتماعی که در جامعه ایجاد میکنه و به تبع عدم مدیریت و عدم اقدام صحیح دولت در حوادث قبلی الان میبینیم که هموطنان ما که دچار این آسیب ها شدن یک وحشت و عدم امنیت دارن و حاضرن بمونن با اون خطر روبرو بشن ولی خانه و کاشانه و کار خودشون رو رها نکنن و این یک مشکل جدیه که ایجاد شده. در عرصه کشاورزی هم خسارت زیادی به زمین های کشاورزی وارد شده و در واقع رانش زمین و فرسایش خاک خیلی از کشاورزی ما را نابود کرده. پس عوامل اثرات در واقع تخریبی که ایجاد کرده بر محیط زیست و اثرات اقتصادی اون امنیت رو در عدم امنیت رو در واقع ذهن مردم ایجاد کرده و باعث یه همچین تبعاتی شده. اگرچه در دنیای امروز در واقع بحث مسئولیت دولت‌ها در قبال یه همچین حوادثی خیلی پررنگ هست و در واقع به چالش کشیده میشن دولت‌ها، در کشورمون کمتر این اتفاق رخ داده، نه به واسطه کوتاهی فقط در امداد رسانی و مسائل حل و فصل مسائل بعد از بروز بحران، بلکه قبل از اون که چرا دولت‌ها پیشبینی‌های لازم و پیشگیری لازم رو در بروز یک چنین حوادثی انجام ندادن. در دنیای امروز با این همه فناوری و تکنولوژی که امکان پیشبینی و حوادث وجود داره، شهرسازی مدرن و با توجه به دانش خیلی کارا میشه انجام داد، سدسازی های مدرن و به روز و اصولی، همچنین در واقع اقتصادی که بر پایه توسعه باشه و اصولی باشه و نه اینکه اقتصادی که محیط زیست و منابع طبیعی رو نابود بکنه، چرا باید در کشور ما این اصول رعایت نشه و دولت پیشبینی های لازم و پیشگیری لازم رو انجام نده که مردم ما دچار یک همچین شرایطی بشن که هیچ گونه اعتمادی ندارن و با مرگ دست و پنجه نرم میکنن ولی حاضر نیستن که به دولت اعتماد بکنن و خانه و کاشانه خودشون رو رها کنن و برن. به هر حال قصور و کوتاهی که دولت مردان در دوره‌های گذشته در بازسازی مناطق آسیب دیده داشتن یک همچین وضعیتی رو ایجاد کرده و باعث اون شکاف اعتمادی بین مردم و دولت شده. البته در قانون مسئولیت مدنی ما یه همچین چیزی پیشبینی شده که در صورت بروز خسارت و وقوع حوادث طبیعی اصلی ترین علل مسئولیت حالا دولت مردان در گرید های مختلف ملزم به جبران خسارت هستن و باید پاسخگو باشن. اما خب همونطور که میدونید در کشور ما اجرای قانون مشکلات زیادی داره، نظارت بر قانون که توسط قوه قضاییه است مشکلات متعددی داره و این باعث شده که در واقع دولت مردان در برابر حمایت از افراد در حوادث طبیعی کوتاهی کنن و پاسخگو نباشن. ولی خب به هر حال در لول بعدی اگر دولت‌های آسیب دیده نتونن پاسخگوی نیازهای مردم باشن، در واقع سازمان‌های بین‌المللی امدادرسان وارد عمل میشن که متأسفانه در این شرایط به دلیل عدم روابط صحیح و اصولی که دولت حاکمه و نظام جمهوری اسلامی با در واقع در دنیای بین‌الملل داره، این در واقع کمک رسانی هم دچار خلله و یا به فساد کشیده میشه، کمک ها سر از جاهای دیگه‌ای در آورده میشه یا توزیع اونها دچار مشکل هست و به هر حال اون شرایط مناسبی که بتونه امداد رسانی رو به نحو احسن در زمان مناسب انجام بده ما نمیبینیم و همین باعث شده که در حوادث متعدد اون حالت وحشت و عدم امنیت در شهروندان ایرانی ایجاد بشه.
سپاسگزارم از توضیحات شما بانو عباسیان عزیز. مجددا در خدمت جناب شفایی هستیم. جناب شفایی، کمک های سازمان های بین المللی و امدادرسان جهانی نسبت به وقوع سیل در ایران چگونه بوده؟ البته مطابق اخبار و گزارش های منتشر شده اعلام کردند که جامعه جهانی اشتیاقی برای کمک به سیل زدگان ایران از خودشون نشون ندادند. لطفا در این مورد توضیح بفرمایید. من طرح این سوال به نظر من شاید جوابش اگه من بخوام بدم منطقی نباشه، چون مدرکی دستم نیست، نه مجبورم فقط یه ایده بدم و منم معمولا از ایده دادن مخالفم، یعنی اصلا دلم نمیخواد نظر شخصی بدم، میخوام دلیلی داشته باشم برای گفتن. ولی طبیعتش اولا که کمک داره میکنه، جامعه بین المللی کمکاشو داره از طریق صلیب سرخ انجام میده. آماراش هم همون اوایل دیدی 500 هزار دلار، 1 میلیون دلار، نمیدونم چادر، لوازم از طریق کشورهای مختلف چه اروپایی و حتی از آمریکا ارسال شده به سازمان، به صلیب سرخ و به هلال احمر داده شده. ولی اینی که شما دارید میگید، اونی که من متوجه میشم یا برداشت امثال افرادی مثل منه، بی اعتمادی است. یعنی هر آن چه کمکی هم که شما به هلال احمر بدید، هلال احمر خودش برای تقسیم میکنه برای خودشون. یعنی ما دولتی داریم کاملا اختلاسگر، حالا دزد، حالا هر اسمی که میخواید بذارید، ولی این دولت مردان اصلا اعتقادی برای مردم ندارند. تمام کمک ها از طریق دیگه و طرق دیگه میره، هزینه میشه. من این حرفایی که میزنم برداشت های شخصی منه، مدرک کاملی ندارم، خودم هم حضور ندارم و نمیدونم و میتونم همینقدر جواب بدم. حالا شاید هم کار اشتباهی کردم، این نظرم رو دادم، ولی به هر حال دولت های خارجی کمکاشون رو کردن، راهنم به صلاح اطلاعات فرستادن، لوازم فرستادن، ابزار فرستادن، کلی کار کردن، ولی به هر حال این دولت و اون هلال احمر که کاری نکرده. یا مثلا بیایم بحث بحران مدیریت رو راجبش حرف بزنیم، که خب همه شنیدن که طرف در سیل 3 سال پیش گفت این بارون و این سیلی که اومد برای کشاورزا بهتر شد، همشون هم شادن، حالا یه خونهشون رو بین رفته، ولی الان میدونن که سال دیگه میتونن بهترین کشت رو بکنن. مثلا یه همچین آدمی شده رئیس بحران کشور، ولی از اون طرف بحث های دیگه هست که میگن که بودجهشون کمه، از جای دیگه هست که میگن بودجه کم داره. این حتی برای هواشناسی گفتن شما چرا این کارا رو اطلاع رسانی نکردید، گفتن ما تا اونجایی که دستگاهش داشتیم اطلاع رسانی کردیم، ولی ما به اندازه کافی رادار در تمام ایران نداریم که بتونیم آمار کامل در بیاریم. چرا؟ چون بودجهشو نداریم. و بودجه رو که اعلام کرده بودن یه چیز نزدیک به 1/25 در واقع بودجه بوده که به بخش های اصطلاحا آموزش های دینی و نمیدونم ارگان هایی که بحث دین و آموزش قرآن و نمیدونم از این داستان ها دارن به اونا تعلق گرفت. من اگه اجازه بدید من باز یه گریز دیگه بزنم از این بحث های کوچیک نقض حقوق بشری، نه کوچیک، بحث های مهمیه، ولی چون چیزی دستمون نیست نمیتونیم نظر بدیم دربارش. اما ما میدونیم که الان در ایران، برای اینکه میخوام آگاهی بدم، ما 93 رودخانه جاری داریم در کشور. مسیل نه، رودخانه جاری، رودخانه که آب توش حرکت میکنه، حالا بسته به میزان وسعتش هرچی هست، و نزدیک به 10 دریاچه بزرگ داریم که این 10 دریاچه بزرگ عملا به دلیل ضعف مدیریت و کمبود آگاهی عملا اکثرا خوش شدن. من میتونم اسم ببرم، مثلا دریاچه بختگان است، دریاچه پریشان، مهارلو، اینا در استان فارس، بیا عرض کنم که دریاچه زیروار در سنندج هست، یا دریاچه نمک هست، یا عرض کنم دریاچه خزر هست، هامون هست و خود ارومیه هست.
اینا دریاچه‌ای که در واقع در ایران هستن، ولی وقتی نگاه میکنین یعنی اکثر اینا بین رفتن به دلیل نبود آب. چرا؟ چون اومدن مسیرهاشون رو بستن، راهشون رو بستن، جهت‌های آب رو تغییر دادن، مسیرها رو تغییر دادن به خاطر این. و این کمبودهایی که در دریاچه ها هست و مشکلات دریاچه هست، همون باز بحث این هستش که اگر سیلی بیاد وارد این دریاچه بشه، بلافاصله دریاچه سرریز میشه و باز نقاط دیگر آسیب میرسونه. چرا؟ چون تنشین شده و خوش شده و مسائل اینچنینی که میذاره کار چیز انجام شده. یا مثلا ما در ایران الان نزدیک به 10 تا تالاب بزرگ داریم، تالاب‌های خیلی بزرگ داریم در خود خوزستان، تالاب هورالعظیم رو داریم که الان یک مسئله و یه موزل شده که این تالاب هورالعظیم رو به جای اینکه، چون قبلا هر وقت آب میومد خب میریختن تو این تالاب و این تالاب در واقع جذب میکرد و باعث میشد که هم گرد و خاک دیگه وجود نداشته باشه یا اون به اصطلاح اونها ایجاد نشه، هم فضای زیست محیطی بود، پرندگان می اومدن، ماهی به وجود می اومد و اون نقطه برای خودش درختی درست میکرد و اون مناطق ضمن اینکه حجم زیادی از آبی که سرریز قرار بشه بیاد بره توی این منطقه همین تالاب هورالعظیم بره. اما به دلیل طرحی که دولت جمهوری اسلامی انجام داده که البته میگن دست سپاه است، اومدن اونجا رو چاه نفت زدن که نفت اونجا رو استفاده کنن و من تعجب میکنم ما در هر گوشه ایران بریم چاه بزنیم نفتمون در میاد، در هر گوشه ای، چه در آبهای خزر بزنیم، چه در خلیج فارس بزنیم و حتی در بیابانهایی که الان ما الان شما اگر توی خوزستان برید اکثر نقاط لوله گاز داره، آتیش گاز طرف گچساران، نفت سفید، هفتگل، عرض کنم همه اینا امکانات، حتی خود اهواز مثلا مراکزی هست که دهانهای بزرگ نفتی از چای نفت هست، ولی رفتن در تالاب زدن و بعد بزرگترین درگیری که ایجاد شده جلوی تالاب رو بستن چون اونجا راه کشیدن و جلوی رفتن پخش آبای سرریزی رو که از کارون و از کرخه میاد و جلوش رو گرفتن و نتیجتا بخش عظیمی از تالاب قابل استفاده نشده و نتونستن آبها وارد بشن. من این تالاب رو که اسم بردم، تالابای دیگه داریم، تالاب گافخونی هست، تالاب انزلی هست، عرض کنم که این هم تالابایی هستش که همه از بین رفتن و در واقع خوش شدن، دلیلش هم همین چیزهایی که خدمتتون عرض میکنم و یکی از موارد سختش سدسازی بوده که من برای اینکه آگاه بشین توضیح میدم که ما در ایران 169 سد داریم که 19 سد قبل از انقلاب انجام شده و 150 سد بعد از انقلاب افتتاح شده و الان هم در 15 تا در دست اجرا دارند و این سدهایی که زده شده در واقع توی صحبت‌های بخش اول هم عرض کردم وقتی این سد زده میشه یک سری امتیازات داره و یک سری حوادث داره که ما چون بحران مدیریت داریم و چون مدیریت وجود نداره عملا این سد حادثه ساز خواهد شد. اول سدی که زده میشه بایستی مدام پشت سد لاروبی بشه و برای پشت سد باید فضاهایی رو ایجاد بکنن، نه اینکه برن ساخت و ساز کنن، ویلا بسازن که بتونن یا کارای اینچنینی بکنن، باید فضا ایجاد کنن که این آب پسابش در واقع بتونه باشه و لاروبی بشه این سد. قسمت بعدی لاروبی بعد از سد هستش، بایستی خود بعد از سد هم لاروبی بشه و مسیلی که در واقع برای اون رودخونه هست از بین نره. من یه مثال میزنم، ببینید ما یه رود کارون داشتیم که یک زمانی این رود کارون کشتیرانی میشد و بشکه های نفت و تا یه منطقه در بین بالاتر از شمال اهواز هست به نام درخزینه بشکه های نفت رو می آوردن و از اونجا با دوبه بهش میگن این کشتی های کوچک باری حمل میکردن تا آبادان و به پالایشگاه یا به خلیج فارس. یعنی اینجا قابل کشتیرانی بوده تا این حد.
اما الان در اهواز 5 ماه 4 ماه پیش من دیدم گاومیش در آب تا سر زانوش توی رودخونه داره راه میره. این به دلیل اینکه اون رودخونه در واقع لاروبی نشده، سطح آب، و اونجا اصلا یه شهر بازی زده بودن مرکز تو خود قلب رودخونه کارون، به جایی که بیان لاروبی کنن رفتن شهر بازی درست کردن که الان شهر بازی همه رفت زیر آب. یعنی اینا موارد بحران هستش، و چون رودخونه کارون و رودهای شبیه این عملا محل فاضلابه، وقتی آب میزنه بالا فاضلاب بر میگره تو خود شهر، و اینم یه درد دیگه ای هستش. من خیلی صحبت کردم، ببخشید، امیدوارم که یه خورده باز بتونی راجع به همین مسائل بیشتر بتونیم توضیح بدیم. من منتظر سوالای بعدی هستم و ببخشید که نتونستم همه سوالاتون رو جواب بدم تا بعد. سپاسگزارم از توضیحات شما جناب شفایی. مجددا در خدمت بانو عباسیان عزیز هستیم. لطفا بفرمایید نظر شما درباره سدسازی های بیرویه در ایران چه هست و آیا ممکن هست که سدهای ایران با استفوق و استیلاب و ریزکرس ها به عنوان یکی از بحران های بزرگ زیست محیطی نامورده بشه یا خیر؟ بفرمایید. بله، سپاسگزارم. باید خدمتون عرض کنم که دقیقا ببینید، سدسازی یک پدیده ایه که ما تغییراتی رو بشر تغییراتی رو در اکوسیستم طبیعی ایجاد میکنه. یعنی این که ما میایم در یک مسیر طبیعی رودخانه یا یک مسیر جریانی یک سیلاب یک مانعی ایجاد میکنیم تا از اون بهره برداری کنیم. هدفمون از این بهره برداری یا حفاظت از یک منطقه، از شهر یا یک چاه نفت یا یک مجموعه هست که ازش حفاظت کنیم آب نرسه، یا بخوایم بهره برداری از اون منطقه انجام بدیم، مثل همین کاری که در تالاب حورالعظیم انجام شده، یا اینکه بخوایم انرژی بگیریم از اون. در ایران همونطور که جناب شفایی اشاره کردن، بعد از انقلاب 57 تقریبا 100 خورده‌ای سد زده شده، که اولا این سدها برای به دلیل اینکه راندهای پشتش بوده و بودجه های کلانی گرفته شده و دزدیده شده، اصلا با بر اساس در واقع آمایش سرزمین زده نشدن، یعنی کار کارشناسی انجام نشده که این سدها بهتره که کجا زده بشه تا اون هدف ما رو تأمین بکنه، هدفی که از زدن اون سد داشتیم گرفتن انرژی بوده یا هر چیز دیگه ای. و به خاطر همین اولین مشکل در زدن این سدها، خود سد در این حجم که اولا مشکل سازه، ما وارد اکوسیستم طبیعی میشیم، اخلال ایجاد میکنیم در کار طبیعت، منهای اینکه اگر در جای صحیح هم احداث نشده باشه و به صورت اصولی و استاندارد هم نباشه، مشکلات بعدی ایجاد میکنه و باعث میشه که پروسه طبیعی و خشک شدن سرزمین بیشتر بشه. چرا؟ چون زمانی که اولا که خب ما پدیده گرم شدن کره زمین رو پدیده جهانی میدونیم، اما سرعت اون در ایران خیلی بیشتره. گرم شدن آب و هوا در ایران 1 درجه بالاتر از میانگین کره زمینه و 1 درجه در پدیده گرم شدن بسیار وحشتناکه، یعنی یک عدد بسیار عجیب غریبیه و کل اقلیم کشور ما رو به هم ریخته. ما زمانی که سد ایجاد میکنیم، تبخیر آب از سطح و به دلیل گرم بودن هوا تبخیر آب خیلی زیاد میشه، افزایش پیدا میکنه و باعث میشه ما آب سطحی بیشتری رو از دست بدیم. از اون طرف زمینهای بعد از اون خشک میشه. این خشکی باعث میشه با وجود طوفان‌ها و غیره، بادها و مسائل دیگه و همون گرمایش هوا که باعث بادهای فصلی بیشتری خواهد شد، ما پدیده‌ای به نام ریزگردها رو داریم. چرا این پدیده ریزگردها این سال‌ها اینقدر ما رو دچار بحران کرده؟ موضوعش خشک شدن زمین‌ها و همون احداث بی‌رویه سدها بوده. منهای اینکه زمین‌های کشاورزی که بعد از اون سدها بودن و دیگه نمیتونستن آب دریافت بکنن، برای حیات خودشون اومدن از آب‌های زیرزمینی رو استفاده کردن. یعنی تا جایی که امکان داشته آب‌های زیرزمینی کشور ما استفاده شده و الان ما با یک پدیده دیگه‌ای به نام فرونشست زمین در ایران مواجهیم. یعنی علاوه بر فرسایش خاک و علاوه بر مشکلات دیگه‌ای که این سدسازی ایجاد کرده، بخش عمده‌ای از این فرونشست هم به دلیل احداث همون سدها بوده که برای ما مشکلات زیادی را ایجاد کرده. عمدتاً هم توجیه در ایجاد یعنی بنای این سدها استفاده از انرژی بوده، در حالی که این کاملاً یک دلیل غیر علمیه، چون سرزمین ما سرزمین
آفتابه، ما باید از انرژی های نو استفاده کنیم، بهره برداری بکنیم و ما میتونیم از انرژی خورشیدی استفاده کنیم، نیاز به این همه سد نداریم و در واقع باید اجازه بدیم که جریان طبیعی آب وجود داشته باشه که زمانی که بارش ها زیاد میشه، بارندگی زیاد میشه، که این بارندگی زیاد هم به معنای برطرف شدن خشکسالی نیست. زمانی که ما گرما داریم، اقلیم رو به هم میریزیم، اون بارشی که باید در طول سال پراکنده باشه یک دفعه فرو میاد و این یک دفعه وارد شدنش از اون بر باعث سرریز شدن سدها میشه. زمین ها و اراضی خارج از سدها به دلایل متعدد یا شهرسازی شده یا جاده سازی شده که خب اینها حوادث و اثرات سوء خودش رو داره. از اون بر این اتفاقات و بارش های ناگهانی عوارض شستشو و فرسایش خاک را ایجاد میکنه و خاک کشاورزی ما، من خیلی متاسفم وقتی میشنوم که مسئولین محیط زیستی ما، مسئولین کشاورزی ما میگن که خیلی خوب خوشحالیم این بارش ها باعث شد کم آبی ما برطرف بشه. اصلا یه همچین اتفاقی نمیفته. اولا میانگین بارش باید پخش بشه به سالهای خشکسالی، ثانیا این آب در خاک نفوذ نکرده که در واقع منابع ذخایر زیرزمینی ما رو پر بکنه و فقط باعث رانش خاک ما شده، فرسایش خاک ما رو خیلی بیشتر کرده. ما قبلا هم با پدیده فرسایش خاک در ایران به صورت یک مشکل جدی روبرو بودیم، ولی الان این فرسایش خاک مطلوب کشاورزی که 10 سانتی روی خاک هست رو شسته برده و در جاهایی در شهرها و روستاها دفو کرده که دیگه اون اراضی قبل قابل کش نیستن و این دقیقا یکی از علل جدی یک همچین تغییرات شدیدی که در کشور رخ داده، تغییرات اقلیمی، نفوذ ما، عدم مدیریت صحیح ما در منابع طبیعی بوده، احداث بی‌رویه سدها و همچنین شهر، تجاوز به حریم محیط زیست در یک جمله اگر بخوام بهتون بگم، حالا چه در جنگل ها، چه در سدسازی، عدم صحیح آبخیزداری و این در واقع نبرد و تغییر جدال با پروسه های طبیعی به شکل کاملا غیر اصولی باعث شده که امروز ما یک همچین پدیده هایی رو با شدت و اثرات مخربتر در کشورمون ببینیم. سپاسگزارم از توضیحات شما. در خدمت جناب شفایی خواهیم بود. جناب شفایی لطفاً برای شنوندگان محترم بفرمایید نقش مردم برای پاسداشت و نگهداری از محیط زیست چگونه باید باشه؟ چه نوع آگاهی هایی لازم هست تا مردم بتونن به کمک اون حقوق خودشون رو مطالبه کنند؟ بفرمایید، خواهش میکنم. عرض کنم برای جواب سوال شما، من میتونم اینجوری کامل کنم که بحث فقط آگاهی است. یعنی تلاش فعالان محیط زیست برای آگاه کردن مردم از حقوق محیط زیستشون و حق طبیعتشون، و این چیزیه که خیلی ها بیتوجهن، ولی در ایران من دیدم به اصطلاح گروه های تشکیل میشن در رابطه با مسائل محیط زیست، کارهایی رو میکنن، ولی باید بیشتر باشه. یعنی باید سعی کنن جامعه رو آگاه کنن از وضعیت محیط زیست، چون محیط زیست فقط خود سیل و سد و عرض کنم که اینا نیست، یا عرض کنم که جنگل هم این رفتن یا سوء استفاده از آبها و اینا نیست، مسائل مختلفی هست که به اصطلاح باید مردم آگاه بشن و بدونن که خودشون هم در واقع مزاحم محیط زیست نباشن، ضمن اینکه در آگاهی اجازه سوء استفاده هم داده نشه. صحبت خیلی خوبی کردن خانم عباسیان در رابطه با اینکه در مورد سدسازی و اتفاقایی که افتاده دخالت در مسیر طبیعت، مثلا طبیعت رودخانه ها و طبیعت محیط زیست. ولی اتفاق دیگه ای هم الان تو جامعه ما داره میفته، بحث فروش آب، که اگر یادتون باشه یک سال و نیم پیش در آبادان و در خرمشهر زد و خورد شد، درگیر شدن و یک دو نفر کشته شدن که دفعتا یک لوله آبی در مرز بین خرمشهر در شلمچه یک لوله آبی ترکید، بعد اعلام شد که این آب داشتیم میادیم خرمشهر. یعنی یه لوله آبی کشته بودن برای عراق
و متاسفانه مردم عراق که از اون استفاده بکنن، در شرایطی که خود مردم خرمشهر و مردم آبادان نیاز مبرم داشتن به این آب. من تو پرانتز سال آخر توضیح میدم، چون در خرمشهر و آبادان دیگه آب شیرینی وجود نداره، چون آب کارون دیگه آب شیرین نیست، آب شور هستش. از گتفن لوله کشیده بودن آورده بودن و موقعی که این قضیه لو رفت عنوان کردن که ما اینو برای خرمشهر آورده بودیم، بعد یه مقداری لوله رو مسیر رو عوض کردن. و برای شهادت این قضیه، همزمان که لوله ترکید و قرار بود و آب به ایران بیاد، در مرز عراق درگیری شد و مردم تظاهرات کردن برای خاطر نبود آب. من میخوام بگم که این دولت ترکیبش اینه، یعنی اصلا براش مردم ما ایران، مردم ایران و خود ایرانیت اصلا چیزی براش نیست و مفهومی نداره. و مثال دیگه‌ای که میخوام بزنم فروش خاکه. شما میدونید که خاک ما داره فروش میشه. دو بار فیلم تهیه شده از دو منطقه بندرعباس و بوشهر که دارن خاک ها رو با کشتی حمل میکنن به کشورهای عربی. حتی گفته میشه که اون جزیره‌ای که در دبی ساخته شده، در امارات ساخته شده، از خاک کشور ماست در واقع درست شده. و بحثی که سر قضیه خاک بوده این استش که میگن که این خاکی که در واقع قابل زراعت و قابل استفاده هست 300 سال 400 سال پروسس تا این بتونه قابل استفاده بشه. در واقع بالا من نه فنی هم تو این کار، ولی اطلاعاتی که از اطراف گرفتم، در واقع یکی دیگه از خیانت هایی که تو جامعه ما میشه، علاوه بر این سدهایی که ساخته شده که طبیعتاً این سدها به خاطر منافع مالی ساخته شده، نه برای خاطر منافع مردم یا برای حفظ آب. چون سدسازی در واقع یک بودجه سنگین لازم داره، اسمش هم خیلی گنده است، قیمت ها خیلی بالاست. چون در حرفه‌ای که خب خود من هم این کار رو میکردم، همیشه کاری که در سدها انجام میشد با نرخ، مثلا اگه قراره در حالت عادی خاک برداری مثلا قیمتش 10 تا عدد 10 بود، در سد سازی خاک برداری عددش 30-40، یعنی همیشه قیمتش بالاست. ضمن اینکه دیگه در واقع سیستم مقاطع کاری یا شرکت داری یا پیمانکاری در ایران فقط در اختیار سپاه هست و تمام سدها در اختیار سپاه. و من شاهد بودم برای سد کرخه که سپاه داشت دیوار سد خاکی میزد که بعد از همین سیل هم در واقع واداد و کلی هم باعث مصیبت شده. من اینجوری میتونم کامل کنم صحبتمو که این سدسازی در واقع یکی از خیانت‌های بزرگ جمهوری اسلامیه. و یکی دیگه از اینا که به صورت خیلی ویژه میتونید راجع بهش حرف بزنیم، سد گتونده که دیگه الان خود دولت هم حیرون مونده چیکار بکنه باهاش. چون سد گتوندی که زده شده، عرض کنم که این سد، عرض کنم خدمتتون، در برای مناطقی که آبگیری میخواد بکنه، مناطقیه که در واقع آب به صورت کوههای نمکی است. و بعد از اینکه این آب گرفته میشه، فکر میکردن میتونن با یک لایه به اصطلاح جلوی نفوذ نمک رو بگیرن که در اولین روز آبگیری به اصطلاح اینا از بین رفت و سد گتوند تبدیل به سد شور شد. نتیجتاً دیگه هیچ هنری نداره، یعنی فقط میتونه نگهدارنده آب شور باشه که اونم برای اینکه حرکت بکنه تقریبا آب معمولی هم تبدیل آب شور میشه و وارد رود کارون. و خود کارون هم که به دلیل عدم لاروبی و نبود پشتوانه آبی، چه از کوهرنگ چه از خود این سد گتوند، در واقع باعث شده که در زمان جزر و مدی که در منطقه اتفاق میفته، یعنی در منطقه خرمشهر آبادان اتفاق میفته، به جای اینکه آب کارون وارد خلیج بشه، آب خلیج وارد کارون میشه.
و این ورود آب به کارون در واقع میبینیم که آب نمک رو میاره، آب دریا رو وارد رودخانه کارون میکنه در اون قسمت. پس رود کارون رو میبینیم که از قسمت انتهاییش که با جزرومت آب شور میاد که تقریبا تا 60 کیلومتری خرمشهر به طرف اهواز، از پشت سرش هم که آب گتونده و اونم باز آب شور میاد. نتیجتا رود کارون در واقع از حیز انتفاع برای کشاورزی، برای هر چیزی که شما فکر بکنید افتاده، نه آب شرب داره نه آب زراعت داره. و الان هم که اخیرا هم توش دلفین پیدا شده، توش ماهیای بزرگ و از این چیزا هم توش در اومده، و اینکه آب خلیجه که میاد توی این رود. من اینجوری میتونم بگم برای اینکه دیگه خستتون نکنم، متاسفانه این سدسازی یکی از دلایلی که من میگم بی ارزش بوده این هستش که ما میدونید که سد رو معمولا میسازن برای آب شرب، میگن ما میخوایم سد بسازیم که آب شرب داشته باشیم و بتونیم هدایت کنیم برای زراعت و کشاورزی، کنترل کنیم برای کشاورزی، ضمناً بتونیم برق بگیریم. یعنی این سه تا عامله که در واقع میتونه به بهانه بشه برای این ایجاد سدها. حالا یکیش هم که همون جلوگیری از سیل هستش. ولی من اینجوری میتونم مثال بزنم، ما بر اساس به اصطلاح بررسی که انجام شده، ما الان 50 میلیارد مکعب آب پشت، یعنی ذخیره سدهای ماست. شوخی نیست، 50 میلیارد مثلا آب پشت سدها است برای در واقع اینکه بتونن ازش بهره برداری بکنن. خب این 50 میلیارد متر مکعب چقدرش برای آب شرب در کشور ما پیش بینی شده؟ فقط 8 میلیارد. یعنی بر اساس پیش بینی آب شرب فقط 8 میلیارد مکعب مردم ایران نیاز دارن به آب شرب که باید جمع آوری بشه. حالا کاری به آب زیرزمینی هایی چی نداریم، برای از طریق سدها. یعنی میبینیم 42 میلیارد سد زده شده اضافی برای مثلا برق، برای مثلا جلوگیری از سیل، برای مثلا از کنترل به اصطلاح هدایت برای کشاورزی. ولی در عمل دیدیم که همچین اتفاقی نیفتاده و سدهایی که زده شده عملا باعث شده که جلوی سدها، جلوی رود، یعنی رودخونه ها دما تماما کوچیک بشن، بی آب بشن و پشت سدم پر بشه و نتونن استفاده کنن. و حتی الان برای اینکه اطلاع داشته باشید، قرار نزدیک 30 میلیارد در واقع متر مکعب هم قرار دوباره سد جدید ساخته بشه که اضافه بشه بر این حجم. یعنی 50 میلیارد تبدیل بشه به 80 میلیارد متر مکعب. میدونید اینا اون فقط و فقط استنباط اینه که دارن زد و بند پولی میکنن، یعنی نمیتونیم نگاه دیگه ای داشته باشیم. چرا؟ چون اگر بخوان مثلا فرض کن سدی رو بزنن که بیاد روش کار بشه، فکر بشه، خب میشه جوری زده بشه که الان که سیل اومده باشه مصیبتی ایجاد نکنه. این مسئله است، یعنی اتفاقایی که افتاده. من الان برای اینکه بدونید، من میخوام بگم که این دولت جمهوری اسلامی به دلایلی تحت هیچ شرایطی در کنار مردم نیست و با مردم نیست و عملا ناقض دائمی و برنامه ریزی شده است برای کشورمون. یعنی تمام کاراشون هم سهمی نیست، همشون سیستماتیک و برنامه ریزی شده است. یعنی همین سدی که میسازن با یه برنامه ای میسازن. خب منافع مالی برای مافیاشون. دو، جلوگیری کنترل آب برای عدم دسترسی زارعین به آب، نتیجتا تضعیف مردم، نتیجتا قدرت نماییشون و نتیجه برده کردن مردم و از طرفی عدم آگاهی به مردم و از همه مهمتر هر کاری دلشون بخواد انجام بدن برای اینکه مردم در تواناشون نیست بتونن مبارزه کنن، ضعیفشون میکنن. بیا الان دارن آبمون رو میفروشن، کما اینکه آبو فروختن،
ولی حالا مردم خرمشهر یه سرصدا کردن، یه خدا برگشت به خودش در خرمشهر آبادان. یا مثلا خاکمون الان دارن میفروشن، ولی هنوز یک سال دو سال من این فیلم ها رو دیدم، ولی هنوز که هنوز هیچ ارگانی نه اومده دخالت کرده جلوگیری بکنه، نه کسی اومده اعتراض کرده، نه کسی رفته مدعی العموم حتی دادستان کشورم نتونه اومده ادعا بکنه آقا چرا دارید میبرید. چون وقتی خاکی برده میشه حداقل 2300 تا تریلی داره با خاک میبره روزانه. من دیدم فیلمشو، به عنوان اینکه دارن کارخونه سیمان زدن اینا رو میارن اونجا، انبار سوار کشتی میکنن و میفرستن میره، دوباره دوبه میکنن میفرستن میره، سیمانی هم تولید نمیشه. من خیلی حرف زدم، ببخشید، رفتم تو درد دل. ممنونم از توضیحات شما جناب شفایی. به دقایق پایان برنامه امروزمون نزدیک میشیم و کماکان سوالات مهمی در این ارتباط وجود داره، اما به عنوان سوال آخر از بانو عباسیان عزیز میپرسم با توجه به اینکه حق برخورداری از محیط زیست سالم و توسعه پایدار به عنوان یک حق بشریت محسوب میشه، لطفاً بفرمایید چرا از نظر مقامات جمهوری اسلامی ایران بحران آب یک موضوع امنیتی هست؟ بله، خیلی ممنونم از شما. باید خدمتتون عرض بکنم که اصلا مسائل زیست محیطی رو امنیتی میکنن به چند دلیل. به خاطر اینکه مسئله زیست محیطی به همه افراد بشر مربوط میشه، یعنی به هیچ لول و قشر خاصی محدود نمیشه، همه مردم جامعه در هر گرید سنی در هر سطح اجتماعی با مسئله حیات اولین مسئله شونه و با مسائل زیست محیطی در ارتباط هستن. ثانیا مسائل زیست محیطی و حالا آب که در اولویت قرار داره به عنوان یک مسئله امنیتی تلقی میشه به دلیل اینکه فعالان زیست محیطی فعالیانی هستن که به صورت قانونی عمل میکنن، یعنی اجازه دارن در چارچوب قانون فعالیت زیست محیطی بکنن و صدای خودشون رو به صورت قانونی میرسونن و خیلی ساده و در راستای قانون میتونن افراد رو در لول های مختلف اجتماعی کنار هم جمع کنن و این جمع شدن آدم ها برای مطالبه حقوق اولیه خودشون احساس خطر رو برای جمهوری اسلامی و نظام حاکم فراهم میکنه. به خاطر همینه که در برخورد با فعالان زیست محیطی اینقدر امنیتی عمل میکنه. مسئله دیگه ای که هست در برخورد با حوزه زیست محیطی و امنیتی کردن اونها اینه که به هر حال میبینیم که سپاه پاسداران نبض اقتصاد کشور رو در دست گرفته و داره کنترل میکنه، از اون بهره برداری میکنه. الان مسئله توسعه پایدار در سیستم اقتصادی کشورهای توسعه یافته یک مسئله ریشه‌ایه و در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک شعار در اومده. توی توسعه پایدار باید مسائل زیست محیطی رو ما لحاظ بکنیم، وگرنه اون اقتصاد نابود میکنه منابع طبیعی ما رو، و چون سپاه منافع اقتصادیش اقتضا میکنه که محیط زیست رو نابود بکنه تا بتونه به بهره برداری برسه، لذا صدای فعالان زیست محیطی و مطالبه حقوق زیست محیطی براش خطرناکه و منافع اقتصادی اون رو زیر سوال میبره. به خاطر همین با اون به عنوان یک مسئله امنیتی برخورد میکنه. شما در نظر بگیرید همین مسئله سدسازی که در موردش این حد صحبت کردیم، من با جناب شفایی کاملا موافقم. پشت همه اینها هدفهای برنامه‌ریزی شده است، نه اینکه اینها ندونن چه آثار مخربی برای زیست محیطی ما داره. مثلا زمانی که هورالعظیم رو خشک میکنن با سدهایی که میزنن، اصلا هدفشون خشک کردن اون تالابه برای که بتونن ازش نفت رو استخراج کنن، نه اینکه جاهای دیگه نمیتونن برداشت کنن. میخوان سرعت برداشت منابع زیرزمینی ما رو بیشتر بکنن. زمانی که میان رو دریاچه ارومیه رو با برنامه خوش دریاچه ارومیه به دلیل کاهش باران با این سرعت خشک نشد، جاده‌ای که در بین اون زدن، سدهای اطرافی که زدن و مانع ورود آب رودخانه ها شد خشک شد، برای اینکه میخواستن اورانیوم کف دریاچه رو برداشت بکنن. همه اینها برنامه‌ریزی شده است و وقتی مردم مطالبه میکنن خواسته های اولیه خودشون رو برای حیات، امنیت غذایی خودشون رو، امنیت آبشون رو، بهداشتش رو که همه اینها در مسائل زیست محیطی خلاصه میشه، احساس عدم امنیت میکنن و به صورت امنیتی باش برخورد میکنن، چون منافع اقتصادیشون زیر سوال میره، چون مردم حقوق اولیه و طبیعی خودشون رو درخواست میکنن، نمیتونن باش به عنوان قشرهای سیاسی یا انگهای سیاسی و غیره
باهاش برخورد بکنن و این برای اونها یک زنگ خطر جدی هست. منهای این که خب به هر حال در این منابع طبیعی پول زیادی نهفته شده و اینها اینقدر که از فروش و فروش چوب جنگل ها فروش زمین های کشاورزی و تبدیل اونها به زمین های مسکونی درآمد داشتن یا اینکه از صادرات آب به کشورهای عربی درآمد داشتن و این پول رو میبرن در کشورهای دیگه در جنگ های دیگه خرج میکنن، از هیچ راه دیگه ای نمیتونن اینقدر درآمد داشته باشن. منهای این که وقتی که یک کشور رو از لحاظ آب ضعیف بکنید، از لحاظ خاک ضعیف بکنید، مردم اون کشور که عمدتاً کشاورزی شاهرگ حیاتیشونه، آب شاهرگ حیاتیشونه و محیط زیست سالم براشون حیاتی هست برای سلامتشون، چون زمانی که ما ریزگردها رو داریم الان ببینید ما معضل جدی سرطان رو داریم، معضل جدی حساسیت ها و آسمه های کودکان رو داریم، وقتی مردم یک جامعه درگیر حد اقل هاشون بشن، درگیر حیات بشن، در واقع برای زنده موندن خودشون مجبور بشن به جنگن، اون وقت به مسائل مهمتر و بزرگتری فکر نمی کنن. به خاطر همینه که اینقدر برخوردها در مقابل مسائل محیط زیستی به صورت امنیتی مطرح میشه. سپاسگزارم از وقتی که به من دادین، از شما، از مهمان عزیز دیگر برنامه جناب آقای شفایی و همچنین شنوندگانتون که تا این لحظه با ما بودن و ما رو همراهی کردن. سپاسگزارم از حضور شما و مشارکت موثرتون در این بخش از برنامه و مطالبی که پیرامون محیط زیست و سیل اخیر در ایران برای شنوندگان برنامه‌مون ارائه دادید. صحبت‌های پایانی جناب شفایی رو هم در این بخش میشنویم. جناب شفایی بفرمایید. من اگر اجازه بدید یه کوچولو جمع‌بندی کنم و به این نتیجه برسیم. ببینید ما در خوزستان سیلی که الان اومده گفتن حدود 5 میلیارد متر مکعب آب بوده برای خوزستان. در خوزستان حدود 11 تا 100 ساخته شده و این 11 تا 100 عملا همینقدر میتونسته در واقع جلوی آبو بگیره. ما فرض رو بر این میذاریم که 100 سال پیش 50 سال پیش صدی نبوده که، پس این سیل ها چرا مردم رو نابود میکرد، چرا از بین این بود؟ برای این که ما در خود خوزستان چندین به صلاح تالاب داریم، تالاب هورازین، شیمبا، شادگان، هورالهویزه، بامدش، که در واقع عملا بیش از 8 تا 10 میلیارد متر مکعب میشه آب اونجا فرستاد، یعنی در خودشون میتونن داشته باشن. یعنی این سیل اگر سدی زده نشده بود، نهایت در رودخانه اگه سر ریز میشد عملا وارد این محیطا میشد، یعنی حادثه ایجاد میشد، سانحه ایجاد میشد. من ندیده بودم شهر شادگان زیر آب بره. در طول این سالیانی که در خوزستان بودم شهر رو، برای اینکه چرا اطرافش آب میومد بالا، سطح آب میومد بالا، به نزدیکا جاده میرسید و ولی جاده همیشه یک دومت بالاتر. چرا؟ چون در واقع این هورها رو جلوش رو گرفتن، اجازه رفتن آب بهش ندادن، نتیجتا آب ارتفاعش بالاتر اومده و وارد منازل و مناطق مسکونی شده و باعث مزاحمت شده. یعنی حالا چرا سدسازی؟ باید ببینیم دیگه. یعنی در واقع میرسیم به همون بحث مافیا و برسیم به این که به اهدافشون برسن. و حالا یه سری اهداف هم شاید ما نمیدونیم چیه، ولی خب به هر حال هست. من یه مثال میزنم برای اینکه ببینیم که اصلا وجود این سدها چقدر میتونه اثر بذاره و چقدر نه. ببینید این سیلی که در خوزستان اومد، یه بخشی از خوزستان اصلا آب نرفت و مزاحمش نشد، مثل یه منطقه چغازنبیل. چغازنبیل منطقه بین دسپول و شوشتر، بین دسپول و شوش، یه مرکز تاریخیه، یعنی اصلا آثار باستانیه، اصلا آبی نرفت اونجا، دستگاه خود شوش آب رفت.
به خاطر رود کرخه و سد کرخه، اما اونجا نرفت. چرا؟ چون مسیرهایی که داشته از زمانهای قدیم طراحی شده، مسیر طوری بوده اگه با آبی هم قرار بیاد یا آبهای اضافی هم قرار بیاد جهتاشو میدونست. یا حتی تخت جمشید، شما میدونید که در تخت جمشید، من ندیدم اما سیلی در خود تخت جمشید نیومد و عنوان شده که در پشت کوه مسیری داده شده و یک کانالی زده شده، عکس انداخته بودن توی اینترنت که این آب سیل که از رود کور میخواد بیاد از این مسیر جدا میشه و حرکت میکنه و میره. من میخوام بگم که اینها یعنی در واقع وقتی که انسان به طبیعت رودخانه ها احترام بذاره و مزاحمتی ایجاد نکنه براش با ساختن سد، با باریک کردنش، با پلهای اضافی جلوش روش زدنش، با اینها نزنه، عملا مسیرها سر جاشون هستن، هیچگاه مزاحمت ایجاد نخواهند کرد. چرا؟ چون همه خودشون راهشون رو بلدن و میرن. یعنی طبیعت رو باید بذاریم در حالت طبیعی وجود داشته باشه، چون در حالت طبیعی آب مسیر خودش رو پیدا میکنه، حرکتش رو میکنه و لطفی که آب به جامعه به کشور میخواد، به اون محیط میخواد بکنه، خاکش رو رشد میده، آب زیرزمینش رو جمع‌آوری میکنه، آبیاری میکنه، هر گونه آبی هم که بخوان برای کشت و زرع و بعد نفوذ آب و سطح آب زیرزمین رو بالا میبره، همه این کارا رو میتونه انجام بده و این هاست که در واقع کمک میکنه برای اینکه بگیم که این سطح ها دیگه ساخته نشه و کنار گذاشته بشه. و من توی بحثی جای بود من دیدم که الان در کشورهای دنیا سدهای بزرگ رو دارن تخریب میکنن، یعنی حدود 25-30 ساله که دیگه میگن این سدها دیگه کارایی ندارن و تخریب میکنن. سدهای بسیار بزرگ که مثلا چندین برابر بزرگتر از سدهای بزرگ ما هستن. چرا؟ برای اینکه میبینن که وجود اون سد دیگه اون کارایی رو نداره، آب شربشون رو مردم میتونن داشته باشن، چون در واقع آب شرب درصد خیلی ناچیزیه از اون نیاز آبی که در واقع وجود داره. من در واقع میخواستم خواهش کنم که یادمون باشه، باور کنیم که به قانونی که حاکم بر طبیعت کشورمون هست احترام بذاریم و اون طبیعتمون رو باور کنیم. یعنی دولت مردامون باید یاد بگیرن برای منافع خودشون، برای منافع شخصیشون، برای هر منفعت دیگه خاکمون رو نفروشن، آبمون رو نفروشن، کشورمون رو نفروشن، آدمامون رو نفروشن، بعد حتی برای خاطر منافعشون سد نزنن، پدر مردم رو در بیارن، اجازه بدن رودخانه ها مسیر خودشون رو برن، مردم به صورت سنتی میتونن بهترین زندگی رو برای خودشون انجام بدن. و امیدوار باشیم که این 93 رودخونه کشورمون همیشه جاری و سرپا باشن و من امیدوارم یه روزی برسه که رود کارونی که من عاشقشم، یه روزی این رود کارون همون رود کارونی باشه که شعرشو میخونن، لب کارون رو براش بخونن و آدم لذت ببره، دیگه از آب شور حراس نداشته باشیم و بتونیم در همون کارون یک زندگی قشنگ، طبیعت قشنگ و جامعه خوب داشته باشیم در اون منطقه. من صحبتی ندارم، ولی صحبت خیلی هست، ولی دیگه وقت اضافیه، یه موقع اگر لازم بود باز جلسه دیگه این موردی بود من میتونم در خدمتون باشم. من هم سپاسگزاری میکنم از حضور شما میهمانان عزیز در این برنامه و امید که این برنامه ها بتونه در کسب آگاهی های بهتر مؤثر باشند. ضمن سپاس از توجه شما شنوندگان محترم در برنامه دریچه رو به آگاهی، منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم. در خاتمه هم از جناب ابوالفضل پرویزی برای ضبط صدا و تدوین این برنامه بسیار سپاسگزاری میکنم. همواره شاد و سربلند باشید.